سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. پرداختی های بارسا به اینریکس نگریان نایب رئیس سابق کمیته داوران اسپانیا از سال 2021 شروع شده بود و در طی 17 سال در مجموع 6.6 میلیون یورو به حساب او وارد شده است. لوکا مودریچ در آستانه 38 سالگی همچنان یک بازیکن مهم و تعیین کننده برای ریال مادرید است. در شبی که بارسا و منچستر یونایتد در دیدار پرگل به تساوی 2-2 رسیدن، جنجالی ترین صحنه بازی در دقیقه 80 اتفاق افتاد. در مقطعی از فصل که به خاطر نتایج خوب اخیر تیم امید و خوشبختی به رختکن بارسا و هواداران این تیم برگشته بود، خبر منتشر شد که اوضاع و احوال تیم کاتالان در آسانه مسافه حساسش با منچستر یونایتد در پلی آف مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا آشفته کرد. خبر آکی از وارز 1.4 میلیون یورو از سوی مدیران سابق بارسا در فاصله سالهای 2016 تا 2018 به حساب خوزه ماریان ریکی گونگریا نایب رئیس وقت کمیته داوران فوتبال اسپانیا بود. در همین رابطه ال موندو شب گذشته فاش ساخت که وارز به حساب نگریا از سال 2001 و در زمان ریاست قوان گاسپار شروع شده و تا سال 2018 ادامه داشته با مجموعی رقم وارز 1.4 میلیون یورو که 66 میلیون 594,088 یورو بدون احتساب مالیات بوده است. بر اساس این گزارش، شرکت تحت مالکیت نگریا در فصل 2001-2002 در مجموع 135,288 یورو از حساب بارسا دریافت کرده است. در فصل بعد که باز هم رئیس بارسا خوان گاسپرت بود، رقم دریافتی شرکت نگریا 139,535 یورو شد. این موضوع جنجال و حواشی زیاد برای انداخته و حالا باید شده تا فدراسیون فوتبال اسپانیا بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کند. در این بیانیه آمده است: 1. پس از انتخابات فدراسیون فوتبال اسپانیا در سال 2018 و روی کار آمدن تیم مدیریت جدید، آقای اینریکس نگریا از سمت خود در کمیته داوران عزل شد. 2. فدراسیون فوتبال اسپانیا به موضع تعارض منافع تاکید ویژه‌ای داشته و تای اطلاعی گسترده آن را به اعضای کمیته های انضباطی و داوران اعلام کرده و به هر کدام وظایف خود را اعلام کرده است. در آن اطلاعیه اعلام شده که دریافت هر آنچه غیر از حقوق دریافتی از فدراسیون که مرتبط با فوتبال باشد مصداق تعارض منافع و خلاف قانون است. این اطلاعیه به امضای تمامی اعضا رسیده است. از روز گذشته دپارتمنت امانت فدراسیون فوتبال اسپانیا تحقیقات مستقل را در خصوص باشگاه بارسا و این پرونده آغاز کرده است. 3. فدراسیون فوتبال اسپانیا موافقت کرد که در مراحل قضایی که برای بررسی این پرونده انجام می شود حضور داشته باشد. 5. به محض اینکه اطلاعات قابل استناد به دست آید، فدراسیون فوتبال اسپانیا اقداماتی که در چهارچوب قانون باشد را انجام می دهد و طبق آن حرکت می کند. کد 37159 مربوط به یک پیام مخفی و رمزگذاری شده نیست، بلکه مربوط به سن لوکا مودریچ است. جایی که او با سن 37 سال و 159 روز روز چهارشنبه در دقیقه 68 به ترکیب ریال مادید اضافه شد. دیدار که ریال مادید با نتیجه 4-0 الچه را شکست داد. ریال مقابل حریف ضعیف و راحتی پیرو شد و اختلاف با بارسا را به 8 امتیاز کاهش داد. مودریچ در دقیقه 68 وارد بازی شد. او باز هم در ترکیب اصلی نبود، اما باز هم نشان داد که چقدر نابغه است. او بهترین گل مسابقه را به ثمر رساند تا نتیجه نهایی 4-0 به ثبت برسد. پس از اینکه بازیکنان الچه توپ را از دست دادن، مودریچ توپ را به رودریگو پاس داد و کاماوینگا سپس آن را در سمت چپ به لبه محوطه جریمه برگرداند. لوکا فضا را برای یک شوت آزاد کرد و با ضربه دیدنی گلزنی کرد. فدرر فوتبال هنوز آخرین گل خود را برای ریال مادرید به ثمر نرسانده است. این جمله ای است که رسانه های اسپانیایی در توصیف از عملکرد لوکا مودریچ به کار بردند. این ششمین گل مودریچ برای ریال مادرید در این فصل و چهارمین گلش در لالیگا بود. همچنین این اولین گل لوکا پس از کسب مدال برنز در جام جهانی قطر بود. این رقم از نظر آماری چندان زیاد نیست، اما با این گل مودریچ مسنترین گلزن این فصل لالیگا شد. آلوارو نگردو، مهاجم سابق منچستر سیتی و حالای کادیز، در این فصل در سن 37 سال و 27 روز دروازه را به لرزه درآورد. همین چند روز پیش بود که لوکا مودریچ با کسب 22مین جام در دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد و با ریال مادرید قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها شد. شاگردان ژاوی دیشب در حال به مساف منچستر یونایتد رفتند که پیش از این مسابقه در رقابت‌های مختلف 8 پیروزی پیاپی را تجربه کرده بودند و به عنوان صدرنشین لالیگا با روحیه و اعتماد به نفس بالا وارد زمین شدند. اما در سوی دیگر میدان هم شاگردان اریک تنهاق بعد از یک دوره فوق‌العاده به مساف بارسا رفتند. شیاطین سرخ هم بعد از جام جهانی نتایج بسیار خوب کسب کردند و با قرار گرفتن در رتبه سوم لیگ برتر، حالا یکی از سه زل کورس قهرمانی این لیگ محسوب می‌شوند. سرمربی بارسا درباره داوری با اشاره به صحنه مشکوک هند پنالتی فرد گفت: صحنه پنالتی کاملا واضح و روشن بود. چه حسی میتوانم با داوری داشته باشم؟ در مقابل انتر در لیگ قهرمانان نیز پنالتی ما را نگرفتند و این بار هم همین اتفاق رخ داد. نمیدانم که باید چه اتفاقی رخ بدهد تا هند پنالتی گرفته شود. از نظر من شگفت‌انگیز است. داور چهارم به من گفت که داور ویدیویی این صحنه را چک کرده است. بازیکن برازیلی که گل تساوی را به ثمر رسانده بود از تعویضش به شدت دلخور بود و با چهره کاملا خشمگین به سوی نیمکت رفت. این خشم در زمان رسیدنش به نیمکت نیز ادامه پیدا کرد که برخی همتیمی‌هایش سعی کردند او را آرام کنند. در پایان بازی اما ژاوی و خود بازیکن سعی کردند که شرایط را آرام کند. سرمربی بارسا در این باره گفت:
خشم او را کاملا درک میکنم. در دوران بازی هم برای خودم همین اتفاق رخ داده بود، اما تصمیم ها را برای صلاح تیم میگیرم. هرگز هدفم انتقاد کردن و سرزنش کردن از بازیکنان نیست. حالا عذرخواهی کرده اما نباید این کار را میکرد. البته به نظر من این رفتار مثبت است. اگر از سویز عصبانی نمیشود خبر بده بود. از طرف خود رافینیا هم به صورت علنی عذرخواهی کرد. این برخوردم طبیعی است. بعد از بازی با ژاوی صحبت کردم. از همه عذرخواهی کردم، اما گاهی ما بازیکنان دوست داریم که درون زمین باشیم تا به تیم کمک کنیم. ما هم انسان هستیم و گاهی نمیتوانیم خودمان را کنترل کنیم. میدونم که مرتکب اشتباه شدم و از همگی عذرخواهی کردم. تنها وقت در پایان بازی از عملکرد داور به شدت گلایه کرد و گفت خطا روی رشفورد در محوطه جریمه بارسا پنالتی بوده، ولی اگر هم بپذیرم که خطا بیرون از محوطه جریمه رخ داده، دروازه‌بان حریف باید از زمین اخراج میشد. او اشتباهات داور را تاثیرگذار در نتیجه دانست و گفت داورها در چنین سطح نباید مرتکب این اشتباهات بشوند. جالب اینجا بود که ژاوی هم داوری مسابقه را متهم کرد و گفت یک پنالتی به سود بارسا گرفته نشده است. تنها ادامه داد. ما بازی را به حریف دیکته کردیم و با موقعیت‌های بسیار زیادی که داشتیم یک سر و گردن بهتر از آنها بودیم. در پایان نیمه اول از اینکه نتیجه 0-0 است خیلی ناراحت بودم، ولی در کل بازی فوق‌العاده‌ای بود. شاهد جدال دو تیم تهاجمی بودیم. من که واقعاً لذت بردم. داور تاثیر زیاد روی این مسابقه داشت. شاهد خطای واضح روی رشفورد بودیم و یک کارت سرخ حتماً باید به آنها نشان داده می‌شد. داورها نباید چنین اشتباهاتی بکنند. میتوانید بگویید که خطا داخل محوطه جریمه نبود، ولی این را هم بپذیریم که باید دروازه‌بان حریف اخراج می‌شد چون موقعیت تک به تک بود. رشفورد پس از پایان این بازی در گفتگو با بیتی اسپورت اظهار داشت. این مساوی مثل شکست است. من فکر میکنم ما خیلی خوب توانستیم دوباره به بازی برگردیم. نیمه اول شاید کم به سود آنها بود، اما ما آرامش خودمون رفت کردیم، منسجم موندیم و هر وقت توانستیم برای خلق موقعیت گلزنی تلاش کردیم. او با اشاره به تغییرات شرایط در نیمه دوم گفت. ما در نیمه دوم دو گل در تغییر سری شرایط بازی زدیم و احساس کردیم که کنترل نتیجه در دست ما قرار دارد. آنها تیم خوب هستند و بازیکنان بسیار خوب و درجه یکی دارند و همین باعث شد که بتوانند به یک گل دیگر هم برسند و بازی را مساوی کنند. این ستاره یونایتد درباره دلیل دریافت گل دوم توسط تیمش اضافه کرد. من فکر میکنم باید انتظار میداشتیم که آنها بار دیگر به بازی برگردند. بازیکنان بارسا واقعا بازیکنان خوب هستند که کیفیت بالایی دارند. اگر توپ را در اختیارشان قرار بدهید به شما ضربه خواهند زد. همه چیز به همین رسالگی است. امیدوارم دیدار برگشت هم بازی خوب باشد و ما بتوانیم یک قدم فراتر که نیازش داریم را برداریم. بارسا به نظر میرسد که کار سخت در بازی برگشت خواهد داشت، که دو تا از مهره های کلیدی خود را دست داده است. پدری در دقیقه 41 بازی بارسا مقابل منچستر یونایتد با سرجی روبرتو تعویض شد. علت این تعویض مصدومیت بود. اکنون مشخص شده است که پدری از ناحیه ران پای راست دچار مصدومیت شده است و به این ترتیب حدود 20 روز تا یک ماه از میادین دور است و بازی برگشت مقابل منچستر یونایتد را از دست می‌دهد. از سوی دیگر گاوی در دقیقه 73 بازی با کارت زرد داور روبرو شد. این کارت زرد گاوی را سه کارت کرد و به این ترتیب او هم از بازی برگشت بارسا مقابل منچستر یونایتد محروم شده است و باید دید که ژاوی چه تدابیر برای پر کردن جای پدری و گاوی خواهد اندیشید. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.